مسجد و معبدی باستانی به تازگی در استان زیقار عراق به وسیله کاوشگران بریتانیایی کشف شده است. اخیراً اکتشافات مهم باستانشناسی در استان زیقار عراق رخ داده که یکی از آنها کاخ یکی از پادشاهان بابل است که در غرب ناصریه مرکز این استان کشف شده است. همچنین در شمال این استان مسجدی باستانی که به دوران اسلامی باز می‌گردد کشف شده که نخستین کشف مربوط به اوایل دوران اسلامی محسوب می‌شود. سومین اثر باستانی که اخیراً توسط گروه باستانشناسان بریتانیایی کشف شده یک معبد سومری است که در شمال ناصریه کشف شده است. احمد کاظم یکی از باستانشناسان عراقی می‌گوید طی حفاری‌هایی که در تل کبیبه در منطقه رفاعی واقع در 90 کیلومتری شمال ناصری انجام دادیم به قطعات باستانی از جمله سکه‌های برنزی در اندازه‌های مختلف مربوط دوره ساسانی و دوران اولیه اسلامی دست یافتیم. وی افزود در این حفاری‌ها همچنین تعدادی چاقو، سفال، عطردان و آسیاب‌هایی به دست آمد. در این محوطه ساختمان‌های مسکونی شامل اتاق‌ها، راهروها و خانه‌هایی کشف شدند که در وسط آنها یک مسجد قرار داشت. این مسجد مربوط به سال‌های 60 تا 80 هجری قمری یعنی عصر اموی است که در این منطقه کشف شده است. این باستانشناسان ادامه داد در مرکز مسجد یک محراب به سمت قبله به طول 8 و عرض 5 متر دیده می‌شود و مسجد گنجایش 20 نفر را دارد. وی گفت احتمال می رود این محل یک روستا بوده باشد زیرا مسجد آن شبیه مساجد شهرهای بزرگ و پایتختها مثل مسجد کوفه یا بصره یا سامرا نیست. به گفته احمد کاظم این کشف نخستین اکتشاف مربوط به دوران اسلامی نیست زیرا در گذشته نیز اکتشافاتی مربوط به دوران اموی و عباسی انجام شده، اما این بار به دلیل اینکه یک مسجد ساخته شده از گل کشف شده دارای اهمیت است.